با سلام خدمت تمامی دوستان خوب کانال تهران تیوی، با یک ویدیو جذاب و البته باحال دیگه همراه ما باشین. احتمال همبند شدن میلاد حاتمی با محسن لرستانی و وکیل بند بودن محسن لرستانی. به کانال تهران تیوی خوش آمدید. اگر عضو کانال ما نیستید لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر باشین. با تشکر از شما. خب همونطور که میدونید محسن لرستانی یکی از خوانندگان کشورمونه که اتفاقاً تونسته بود با سبک خاصی که داره حسابی واسه خودش طرفدار دست و پا کنه. خلاصه همه چی بر وفق مراد محسن لرستانی بود که یه شب توی یه خونه میگیرنش و دید. البته همه اینا چیزی هست که رسانه ها میگن و یه مدت هم میگفتن که جرمش تشکیل یه بانده که تبلیغات مستهجن میکردن. خلاصه کاش محسن یکم حاشیه هاش رو مدیریت میکرد و این اتفاقات براش نمیافتاد. یه عده هم میگفتن که چون محسن زیادی محبوب شده این پاپوش رو براش درست کردن، که من فکر نمی کنم اینطور باشه. آخه محسن لرستانی نمیخواست که گنده کشور بشه، فقط میخواستی آهنگ بخونه و بچه‌ها با موزیکاش عرق سگی بخورن و صفاشو ببرن. حالا محسن لرستانی توی زندانه و مثل اینکه اوین هم نیست و اینکه توی زندان تهران بزرگه و اونجا وکیل بندم هست، یعنی اختیارات یه بند با محسن لرستانیه و احتمالاً اونجا هر شب عرق خوریه. و اما وحید خزایی رو فرستادن اوین که اگه اونم پیش اینا میشد به قول معروف اتوبوس تکمیل میشد و کار جمع میشد. و جالب اینه که حمید صفت هم چند سال پیش به جرم قتل پدر خوندش رفته بود زندان و بعد هم آزاد شد. باز هم رفت داخل و اونم توی اوینه که اگه یکم حساب کتاب کنیم میبینیم که کم کم همه رو دارن میگیرن. و اما نوبتی هم باشه، نوبت میلاد حاتمیه. میلاد حاتمی تا الان در اختیار اطلاعاته و احتمالاً چند روز دیگه میفرستنش به زندان پایتخت که اگه بره اونجا میره پیش محسن لرستانی و یه پیک برمیداره و میره بالا سلامتی و اونجا میشه مست و پاتیل. میلاد یه 10 روزی توی بند بزرگ تهران بود و اونجا هم قرنطینه بود و رفت توی بازداشتگاه پلیس فتا و اونا توی پروندهش نوشتن جرم مفسد فعل ارز به طول 100. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر باشیم. با تشکر از شما.